افشای اغواگران مجازی جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل، داستان دلبری جاسوس‌های جعلی برای سربازان اسرائیلی به زبان عبری با زبان بین‌المللی فریب، اکانت‌های جعلی زنان واقعی سپاه اسلام چگونه از مشهد به سربازان اورشلیم حمله کردند. تلاش یک زن برای اغوای سرباز اسرائیلی در میانه جنگ علیه حماس. دخترانی که با یک وظیفه سازمانی گوشی‌های هوشمند را دستشان گرفتند. سلاحی برای فریب سربازان جبهه دشمن. یک ماه پیش خبری منتشر شد از اینکه حماس از اکانت‌های جعلی دختران برای تخلیه اطلاعاتی نیروهای اسرائیلی استفاده می‌کند. اما حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد این اکانت‌ها متعلق به پرسوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هستند که برای سپاه پاسداران کار می‌کنند. کسانی که اگرچه اسم و هویت جعلی دارند اما عکس‌هایشان واقعی است و حتی فیلم‌های برهنه‌ای که از خودشان می‌گیرند تصویری از خود واقعیشان است. این زن با نام کاربری احوا خیفا سراغ سربازی اسرائیلی رفته و تلاش می‌کند با اغواگری او را تخلیه اطلاعاتی کند و اطلاعات نظامی به دست بیاورد. این پرستو می‌گوید یکی از یهودیان مهاجر است که از لندن برای مبارزه به نفع اسرائیل آمده. او خودش را با نام جعلی اولگا اور معرفی کرده و پیشتر تصور می‌شد که عضوی از حماس است. اما حالا می‌دانیم که نام واقعی او سمیرا باغبانی ترشیزی است. او از اینجا با سربازان اسرائیلی تماس می‌گیرد. شهر مشهد، جایی که نماینده خامنه‌ای می‌گوید به حرمت امام هشتم شیعیان نباید در آن کنسرت برگزار شود. شهری که در آن نظام در مترویش از تکنولوژی برای شناسایی زنانی استفاده می‌کند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. همانجا اما گروهی از زنان هستند که برای واحد سایبری سپاه پاسداران در نقش زنان فتانه و فریبکار ظاهر می شوند. این زن خودش را جنگجویی معرفی می کند که در جبهه جنوب می جنگد. او از یک سرباز نیروی زمینی ارتش اسرائیل محل خدمتش را می پرسد و به دنبال تخلیه اطلاعاتی اوست. یکی دیگر از این زنان شناسایی شده هانی قفاریان است که با اکانت‌های جعلی از مشهد سراغ سربازان اسرائیلی می رود. او یکی از زنانی است که با هدایت سپاه پاسداران با قربانیان خود در فضای مجازی رابطه عاشقانه مجازی برقرار می‌کند. از طریق مکالمه، مکاتبه و حتی ضبط صدا و تماس‌های ویدیویی، ایران اینترنشنال به این ارزیابی رسیده که اعضای این گروه از مجموعی از پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. در چند مورد این زنان حداقل 22 آواتار مختلف را به طور آنلاین اداره می‌کنند. مشخصات آنها مثل نام و سن جعلی است. اما تصاویر استفاده شده عکس‌های معتبر اعضای گروه است. در عکس‌ها زنان کلاهکیس‌هایی با موهای شاداب به سر می‌کنند، آرایش‌های غلیظ دارند، لباس‌های باز می‌پوشند و در مواردی از بدن برهنه‌شان عکس و فیلم می‌گیرند. این زنان در یک پروژه سپاه پاسداران برای به دام انداختن سربازان اسرائیلی برهنه می‌شوند. در حکومتی که تصویر گیسوی زنان روی شانه‌هایشان را هم تحمل نمی‌کند. استفاده از زنان و مردان اغواگر برای جاسوسی یا تخلیه اطلاعاتی سوژه هدف یکی از قدیمی‌ترین روش‌هایی است که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان از آن استفاده می‌کنند. ترفندی که منحصر به سرویس‌های جاسوسی نمانده و مافیاهای مختلف قاچاق مواد مخدر و گنگسترها هم از آن بهره می‌برند. 7 سال پیش این زن اسلوبو دانکا، یک مدل بوسنیایی 30 ساله، به دلیل تلاش برای اغوای یک گنگستر محلی به 2 سال و نیم زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی هم در حیات 45 سالش بارها از این شیوه برای حزب مخالفانش در داخل و خارج استفاده کرده. حبیب اوسیوت از چهره‌های مخالف نظام که در ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد، در تله اصل یا اغوای یک زن به دام گروه تبهکاری افتاد که او را در استانبول روبودند و از طریق مرز زمینی به سوی چوبه دار فرستادند. در سالهای اخیر با افتادن برخی از چهره‌های سیاسی داخل ایران در تله این زنان، عبارت پرستو بیش از پیش به ادبیات سیاسی ایران راه یافت. در این مدت سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام سپاه سایبری تلاش کرده از اینترنت برای پیشبرد خواسته‌هایش استفاده کند. به اسم افراد اثرگذاری که تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن فعالیت میکردن اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره این شبیه به اون اکانت میشد. عکس همون بود، اسم همون بود. این سخنان یکی از طراحان اصلی در صیانت از فضای مجازی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای حذف دشمنانش از هر تمهیدی استفاده می‌کند. از طرف دیگر
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از شخصیت‌های وسوسه‌گر در عملیات‌های سایبری استفاده می‌کند. 6 سال پیش هویت یک زن انگلیسی به نام میا اش خبرساز شد. 30 ساله، جذاب و عکاسی موفق که در فیسبوک بیش از 500 دوست داشت و پروفایلش در لینکدین هم بسیار پروپیمان و فعال بود. او اهل استافوردشایر بود و در رویال آکادمی در رشته هنر تحصیل کرده بود. او بعداً در دانشگاه گل اسمیتس لندن فوق لیسانس گرفته بود. اما اشکال کار آنجا بود که خانم میا اش اصلاً وجود خارجی نداشت. 6 سال قبل خبرگزاری رویترز به نقل از تیم امنیتی کمپانی دل فاش کرد که خانم میا اش آفریده یک گروه هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نام کوبالت جیپسی است که به هزاران کامپیوتر در عربستان سعودی و شرکت‌های متعددی در اسرائیل حمله کرده بود. 6 ماه بعدتر ارتش اسرائیل کشف کرد که حماس با استفاده از اکانت‌های جعلی زنان به اسرائیل حمله سایبری کرده. اما حالا مشخص شده که این بار سپاه پاسداران از زنان عضو یگان سایبری برای کمک به حماس استفاده می‌کنند. زنانی که مقابل دوربین برهنه می‌شوند تا مردان اسرائیلی را وسوسه کنند و از آنان اطلاعات مورد نیاز حماس را بگیرند. احتمالاً یکی از 2000 گردان سایبری که فرمانده سپاه پاسداران از تشکیلشان خبر داده بود. یگان اغواگران نظام جمهوری اسلامی شعبه مشهد. مشتبه پورمحسن، لندن.